سرخط خبرها و مهمترین ها. آتش زدن قرآن در استقلم. طالبان تمام فعالیت های سویدن در افغانستان را متوقف کرد. واکنش به سخنان حقانی. گروهی که خبرنگاران را میکشت از آزادی بیان در تویتر حس خوبی دارد. جان سبکو. ائتلاف به رهبری امریکا نه تنها به فساد در افغانستان رسیدگی نکرد، بلکه در آن مشارکت هم داشت. و همچنان در پایان خبر را که طالبان با قوای 150,000 نفریش نتوانست مانع نشر شوند. مشروع خبرها. رسانه افغانستان انترنشنال گزارش میدهد در پی آتش زدن قرآن در استقلم، طالبان صبح سه شنبه اعلام کرد تا زمانی که دولت سویدن از مسلمانان معذرت نخواهد، تمام فعالیت های آن کشور در افغانستان متوقف خواهد بود. این گروه از سایر کشورهای اسلامی نیز خواسته است در تعامل خود با سویدن تجدید نظر کنند. در اعلامیه طالبان آمده است که با اجازه دولت سویدن قرآن در آن کشور سوزانده شد و به عقیده مسلمانان توهین شد. این گروه گفته تا زمانی که سویدن از عمل شوم خود از مسلمانان طلب بخشش نکند، امارت اسلامی به سویدن دستور می‌دهد تا تمام فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کند. طالبان از دیگر کشورهای اسلامی نیز خواسته است در تعامل خود با سویدن و در اعتراض به اقدام شرم‌آور این کشور تجدید نظر کند. هزاران نفر در افغانستان در اعتراض به سوزاندن قرآن در سویدن اعتراض کردند. واکنش سویدن به سوزاندن قرآن. پس از بالا گرفتن اعتراضات در کشورهای اسلامی، دولت سویدن آتش زدن قرآن در این کشور را اسلام ستیزانه خوان و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه سویدن در بیانیه گفت سوزاندن قرآن و هر متن مقدس دیگر توهین‌آمیز و بی‌احترامی و اقدام آشکارا تحریک‌آمیز است. ابراز نجات پرستی و بیگانه حراسی و عدم تساهل و مدارا هیچ جایگاهی در سوید و اروپا ندارد. واکنش به سخنان حقانی. گروهی که خبرنگاران را میکشت از آزادی بیان در تویتر حس خوبی دارد. در پی حمایت انس حقانی، برادر وزیر داخلی طالبان، از تویتر در برابر شبکه تازه تأسیس ترت، برخی کاربران شبکه های اجتماعی میگویند عضو ارشد گروهی که در دو دهه گذشته خبرنگاران زیادی را در افغانستان کشت، حال از آزادی بیان در تویتر احساس خوبی دارد. جن فرگوسن، خبرنگار شبکه پی بی اس، در واکنش به ستایش انس حقانی از تویتر گفته که آقای حقانی که جنگجویان سالها خبرنگاران و خانواده هایشان را کشتند، اکنون درباره آزادی بیان تویتر احساس خوبی دارد. جان سبکو. ائتلاف به رهبری امریکا نه تنها به فساد در افغانستان رسیدگی نکرد، بلکه در آن مشارکت هم داشت. بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که فساد با فعال کردن رفتار غارتگرانه، تجدید درگیری های محلی و دور کردن حمایت از دولت، ماموریت بین‌المللی در افغانستان را تضعیف کرد. جان سبکو در اینستیتوت خدمات متحد سلطنتی بریتانیا گفته است که ائتلاف به رهبری امریکا نه تنها که به فساد رسیدگی نکرد، بلکه در آن مشارکت هم داشت. به گفته هجوم سریع و سیلاس‌های کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، نهادها و ظرفیت‌های اداری این کشور را تحت تاثیر قرار داد. فساد جز جزئی ناپذیر دولت پیشین افغانستان بنداشته می شد. اما سوال اینجاست که چرا با تلاش های بیشمار به جای کاهش از افزایش فساد سخن زده می شد؟ جبهه نبرد ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می دهد. به تعقیب عملیات های شبکه IEDD، جبهه نبرد ملی افغانستان حوالی ساعت 11:50 بجه شب بالای قرارگاه های پل حبیب زهی کمربند امنیتی ولایت لغمان توسط سربازان گمنام جبهه نبرد ملی افغانستان عملیات چریکی بالای دشمن تروریستی طالبان انجام گردید که در نتیجه به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است و آمار تلفات بعد ارائه خواهد شد. سربازان گمنام افتخار ماست و از قماندانان جبهه نبرد ملی تشکری خاص می نماییم که به خاطر آزادی کشور می رزمند. طالبان تاکنون در مورد نشر این تویت چیزی نگفته است. احمد مسعود، اهانت طالبان به آرامگاه جنرال رازق را محکوم کرد. طالبان پیش از این نیز به آرامگاه احمد شاه مسعود و شمار دیگر از چهره های سرشناس توهین کردند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در پیامی که در تویتر منتشر کرد اهانت طالبان به آرامگاه جنرال عبدالرازق قچقزه، فرمانده پلیس پیشین قندهار را محکوم کرد. مسعود با ذکر این که اهانت به آرامگاه شهدا و شخصیت‌های کشور غیر اسلامی و غیر اخلاقی است،
آنها طالبان از این قهرمانها چه در زمان حیات و چه بعد از آن هراس دارند. مسعود تصدیق کرد که طالبان با توهین و اهانت به آرامگاه جنرال رازق بار دیگر ماهیت واقعی غیر اسلامی و غیر اخلاقی خود را نشان دادند. ویدیوی روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد گروهی از اعضای طالبان مقبره جنرال رازق را لگدمال می‌کنند. این افراد پرچم ملی افغانستان را از قبر رازق دور می‌کنند و به قبر لگد می‌زنند. جنرال رازق اچکزی از فرماندهان قدرتمند پلیس در جنوب افغانستان بود که سالها از او به عنوان قدرت اول در قندهار نام برده می‌شد. تا اکتبر 2018 که جنرال رازق مسئولیت فرماندهی پلیس قندهار را بر عهده داشت، طالبان هیچ یک از ولسوالی‌های این ولایت توان ایجاد جبهه نظامی را نداشتند. اما پس از کشته شدن رازق، روستاها و ولسوالی‌های قندهار یکی پس از دیگر به دست طالبان افتادند. یک عضو طالبان که به عنوان محافظ والی قندهار کار میکرد 18 اکتبر 2018 در پایان جلسه‌ای که در آن جنرال رازق، ظلمیویسا والی قندهار و اسکات میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان حضور داشتند، با جنرال رازق تیراندازی کردند و او را کشتند. چند ساعت بعد از حادثه طالبان مسئولیت حمله به جنرال رازق را بر عهده گرفتند و گفتند گلبدین عضو این گروه بود که با نفوذ به حلقه محافظان والی قندهار به جنرال رازق شلیک کرد. گلبدین به دست محافظان جنرال رازق به قتل رسید و طالبان پس از سلطه بر قندهار چندین مکان از جمله ساختمان دانشکده پلیس قندهار را که به نام جنرال رازق بود به نام گلبدین تغییر دادند. بحران آب در افغانستان. دسترسی شهروندان با آب آشامیدنی صحی با گذشت هر روز کاهش می‌یابد. در کنار بحران فقر و گرسنگی، بیکاری و سقوط رونق اقتصادی، شهروندان کشور اکنون با بحران آب نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به کمبود و آلودگی فزایند آب، خشکسالی‌های متواتر و عدم مدیریت سالم آبها، مردم در گرمای سوزان و تابستان برای تهیه آب صحی و کافی برای خانواده‌هایشان ساعت‌ها در کوچه‌ها و پس کوچه‌های شهرها به دنبال آب می‌گردند. شهروندان در حال از کمبود آب و بهای گزاف آن در کشور شکایت دارند که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده که تغییرات آب و هوا در افغانستان دسترسی خانواده ها به آب را 60% کاهش داده است. افزون بر این، نمایندگی اتحادیه اروپا افغانستان را چهارمین کشور در معرض بحران بلایای طبیعی در جهان خوانده است. از طرف دیگر افغانستان در منطقه آسیا پاسیفیک بنابر ارزیابی‌های شاخص‌های انفارم ریسک در بلندترین درجه آسیب‌پذیری در مقابل حوادث طبیعی قرار دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش یونیسف از هر 10 تن در افغانستان 8 تن آب غیر صحی می‌نوشند و 93% از کودکان در مناطق زندگی می‌کنند که به شدت از نایه آب در مرحله آسیب‌پذیری بلند قرار دارند. تشکر که تا این دم با ما بودید.